بینندگان عزیز سلام. بعد از اینکه دادگاه آنتورپ حکم خودش رو در مورد اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم صادر کرد، سلول‌های خفته و فعالیت‌های جاسوسی تروریستی رژیم هرچه بیشتر زیر ذره بین رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفتند. نیویورک تایمز از دستگیری یک سلول تروریستی 15 نفره در اتیوپی خبر داد و روزنامه فیگارو طرح رژیم برای تبادل زندانی با دستگیری افراد دو تابعیتی را برملا کرد. وزرایی که صرفاً برای نجات اسدی از زندان بلژیک دستگیر شدند. از طرف دیگه هم در هلند رادیو آرگوس یک مرکز اطلاعاتی که علیه مخالفان سیاسی جاسوسی میکرد رو افشا کرده. برای بررسی طرح‌های تروریستی رژیم و همچنین تلاش‌هاش برای نفوذ در صفوف مقاومت ایران همراه هستیم با آقای حسن نظام‌الملکی. به شما خوش آمد میگم و ابتدا میخواستم با خبر نیویورک تایمز شروع کنیم. این روزنامه روز 27 بهمن از دستگیری یک سلول تروریستی 15 نفره وابسته به رژیم در اتیوپی خبر داده. جزئیات این خبر چیه و چه اطلاعاتی از ماموریت این سلول تروریستی در اختیار داریم؟ سلام میخونم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزاد. ببینید، این رژیم همواره از گذشته، از هنگام روی کار آمدن، سیاستش روی صدور بنیادگرایی و تروریسم بوده و برای پیشبرد سیاست‌های خودش همواره اقداماتی در کشورهای دیگه دنبال می‌کرده که اینها سوار بوده روی اینکه اقداماتی با فشار در این کشورها انجام بده تا بر اساسش بتونه طرح‌ها یا نیات خودش رو پیش ببره. من جمله این مسئله این بوده تو همه کشورهای همسایه همواره یک سری نیروهای بومی رو جذب کنه و از اونها شبکه‌های تشکیل بده و با اقدامات تروریستی در حقیقت اهداف خودشو در این کشورها با عامل فشار پیش ببره. درسته. این از زمان جنگ، سالهای جنگ بگیرید تا به این ور، همواره تو لبنان، توی فلسطین، توی کشورهای عربی همواره این مقوله مطرح بوده و اینو یکی از نقطه قوت‌های خودش میدونه که در کشورهای دیگه نیروهای نیابتی داره. نیروهای نیابتی یعنی کسایی که ایدئولوژی اون رو دارن و برای اون حاضرن به هر اقدامی دست بزنن. این دستگاه کاری بر همین اساس هستن توی ایران اومده، اردوگاه‌های آموزشی ساخته، آدمایی رو که با بنیادگرایی خودش جذب می‌کنه منتقل می‌کنه به ایران، اینا رو آموزش میده، در این اردوگاه‌ها می‌بره، شبکه و سلول‌های عملیاتی تولید می‌کنه و بعد می‌فرسته به اون کشورها که عمل کنن. شما تو همه کشورهای همسایه نگاه کنید، از عربستان نگاه کنید، از مصر نگاه کنید، از بحرین نگاه کنید، از لبنان نگاه کنید، همواره از این نیروها وجود دارن که تحت پرچم ولایت فقیه رژیم حاضرن اقدامات تروریستی انجام بدن و این محدود به یک کشور هم نمیشه. الان این خبری که نیویورک تایمز داده در حقیقت کشف شبکه تروریستی در اتیوپی که توسط اطلاعات مربوط به کشور به اصطلاح این کشور توی آدیس آبابا اعلام شده، در حقیقت یک شبکه 15 نفری رو عنوان میکنن که اینها 3 نفرشون از کسایی بودن که در حقیقت جذب شده بودن، رفته بودن، آموزش گرفته بودن و نسبت به اقدامات تروریستی توجیه شده بودن و بعد اینا برگشتن تو کشور، 12 تا دیگر رو عضوگیری کردن، شبکه‌شون رو تشکیل دادن، برای اینا مواد انفجاری و طرح‌های مختلف ارسال شده. مسئول هدایت اینها یک نفر به نام احمد اسماعیل تو سوئد بوده و از اونجا هدایت می‌کرده و طرحشون این بوده که در سفارتخونه های خارجی شناسایی انجام میدن و بعد در زمانی که رژیم براشون مشخص میکنه اقدامات تروریستی رو این سفارتخونه ها بکنن. دقیقا برای چی؟ برای اینکه فشار بیارن به کشورهای دیگه در زمینه پیشبرد سیاست هایی که رژیم میخواد جلو ببره. و در حقیقت تو این اساس رژیم کارهاشو داشته پیش می آورده، طرحش ریخته بوده، شناسایی‌ها اینا انجام داده بودن روی سفارتخونه ها که تو این نقطه در حقیقت کشف و دستگیر میشن و در حقیقت این مقوله نشون میده که در همه کشورهای دیگه تا اونجایی که رژیم امکان داره، امکانات دیپلماتیکش هم به کار میگیره، آدمهایی رو که از این کشورها جذب میکنه در حقیقت کارش فقط آموزش و اقداماتیه که اینا بعداً در خدمتش تو اون کشورهای همسایه عمل کنن. حالا الان این مقوله فقط تو کشور اتیوپی هم نیست، همزمان میگن که یه سری شناسایی هم سلولای خفته دیگه توی نمیدونم خارتوم انجام داده بودن، تو سودان، قبل از اینم تو کشورهای بیروت انجام داده بودن، توی عربستان انجام داده بودن، تو بحرین، که این سلولا خیلی هاشون هم کشف شده و همچنان هم هست و در حقیقت اگه بخوایم بگید ازش چه نتیجه میشه گرفت، هر سفارتخونه رژیم، هر مرکزش در خارج در خدمت اینه که چطور ازش بهره برداری کنه تا بتونه
تو اقدامات مختلف تو آینده تو اون کشورها نیروی داشته باشه که در خدمت پیشبرد اهدافش باشه. به قول خودشون اهرم فشار دیپلماتیک اون دقیقاً یکی از استفاده هاش اهرم فشار دیپلماتیکه، یکی از استفاده هاش اقدامات تروریستیه، یکی از اقدامات شناسایی هاییست که میخواد تو این کشورها روی کشورهایی بکنه که نسبت به اونا میخواد اعمال فشار بکنه. به هر صورت میخواد اقدام بشه پیش بره، مثلا نسبت به کشورهایی میخواد اقدامات خصمانه بکنه، از این طریق میتونه اقدام بکنه. یعنی روش پیشبرد سیاست تروریسم و بنیادگرایش میفته روی این عنصر به عنوان نیروی نیابتی. الان شما نگاه کنید توی عراق چجوری دستگاهشو پیش میبره. اونجایی که میخواد بگیره نیروهای نیابتیشو میفرسته موشک بزنن، اونجایی که میخواد میفرسته تظاهرات کنن، اونجایی که میخواد میفرسته سیاست سفارتخونه یک کشور خارجی رو روش اقدام بکنن، حتی روی دولت اون کشور بیان تاثیر بزنن و فشار اقدام کنن. این دستگاهی که ما از رژیم در سیاست بین المللیش میبینیم. بله. حالا رادیو آرگوس هلند هم خبر داده بود که رژیم از طریق یک سرور که تو مرکز اطلاعاتی در هلند علیه مخالفان سیاسیش جاسوسی میکنه، این رو هم تونستن شناسایی بکنه. اگه میشه این خبر رو بهش بپردازیم، بعد اضافه کنید که شما چه راهنمودی برای مقابله با این گونه اقدامات رژیم برای هموطنانمون دارین؟ چون همونجوری که میدونین هموطنان ما هم سوژه فعالیت‌های شبکه‌های هکری و سایبری رژیم هستن. دقیقاً. ببینید در مجموع همیشه رژیم دو تا برای خودش دشمن داره، یکی مخالفینش و اپوزیسیونش، و اینکه هر گونه مخالفت رو در هر جای جهان علیه خودش سرکوب کنه. این اصلی ترین انرژیه که معمولا رژیم در سیاست خارجیش و در دستگاهی که رو به خارج چیده دنبال میکنه. یکی هم دیپلماسی و پیشبرد سیاست بنیادگراییش یا مبادلاتش با کشورهای دیگه است. موردی که شما بهش اشاره میکنید که اقدامات سایبری رژیم هم خیلی در موردش فعاله، اقدامات شناسایی اپوزیسیون و نیروهای مخالفشه. برای این کار رژیم یک اقدامات گسترده‌ای در داخل کشور میکنه، یعنی اون ارتش سایبریش که به کار گرفته تمام ارتباطات رو به داخل و مانیتور کنه، کنترل کنه، شناسایی کنه، مخالفین رو دستگیر کنه. یک اقداماتی رو به خارجه. چرا؟ چون باید تمام فعالین و عناصر مخالف رو تو خارج هم شناسایی کنه. حالا شناسایی این عناصر خارج یه مقدارش برمیگرده به جاسوس‌ها و عناصری که استخدام میکنه و در اون کشورها از زاویه کار اونا مراقبت میکنه، شناسایی میکنه برای اینکه بشناسه. یک مقدارش برمیگرده به شبکه فضای مجازی. چرا؟ چون الان ارتباطات گسترده بین المللی رو فضای مجازیه، من جمله در رابطه با چی؟ ایرانی‌ها که در خارج کشور هستن. تلاش رژیم اینه که در اقدامات سایبریش چجوری میتونه رو ارتباطات صفحه مجازی، تو ارتباطات کامپیوتری، تلفن‌های همراه و چیزایی که در حقیقت ایرانی‌ها در خارج کشور دارن رو اینا کنترل داشته باشه. در داخل کشور خب همه در حقیقت مراکز ارتباطی تحت کنترل خودشه، اما تو خارج این مسئله خب تحت کنترل خودش نیست. حالا برای اینکه این کارشو بتونه پیش ببره، میره روی اقداماتی که چجوری آلودگی یا بدافزار رو بفرسته رو ارتباطات خارج کشور، در این ارتباطاتی که مثلا ایرانیا دارن و مخالفینش دارن، تا از اون طریق بتونه وارد سیستم‌های تلفن همراه و ارتباطات اونها بشه، و بعد وقتی که وارد شد به اصطلاح تونست هک بکنه، اطلاعاتی رو که تو تلفن‌های اونها هست یا کامپیوتر اینا هست استخراج کنه و ارسال کنه به ایران، تا از اون طریق بتونه اطلاعات خودشو در مورد اونها تکمیل کنه. حالا این کاره در حقیقت جذب اطلاعات و ارسالش نیاز به یک سری چی داره؟ مراکز سرور داره، سرورهایی که در حقیقت اطلاعات بهش وارد بشه و از اون طریق ارسال بشه به رژیم. این سرورها در کشورهای خارجی خب قابل تهیه است، شرکت‌های بزرگی هستن که خدمات بین‌المللی میدن و میشه ازشون سرور گرفت. رژیم میره یک سری سرور رو در کشورهای اروپایی در حقیقت تحت عنوان، تحت پوشای خیلی مثلا تجاری، به عنوان یک شرکتی که مثلا میخواد فعالیت عمومی داشته باشه، و بعد میاد یه سرورایی رو در حقیقت چیکار میکنه؟ اجاره میکنه از خدمات بین‌المللیش استفاده کنه. مثلا همین سروری که توی منطقه هارلم هلند کشف شده، یه سروریه که به عنوان یک شرکتی که توی قبرس فعالیت میکنه با هویت یک نفر رومانیایی اومده شده، اجاره شده. شما نگاه کنید، خدمات دهنده اصلی شرکت آمریکاییه، سرور تحت نام یک رومانیایی به عنوان یک شرکت قبرسی توی کجا گرفته شده؟ هلند. اما کارش چیه؟ کارش اینه که یک مرکز اطلاعاتی باشه که اطلاعاتی که رژیم با هک کردن از تلفن‌های همراه در رابطه با
عناصر مخالف داره بهش صادر بشه و از اونجا بیاد ایران. حالا یه نفری که در حقیقت روی تلگرامش یک پیام مشکوک دیده بوده، شک میکنه، به جای که این پیام باز کنه، این پیام بوده که رژیم در ارتباطات خودش فرستاده بوده، اون به جای که اینو باز کنه یه شکی میکنه، اینو میفرسته برای در حقیقت شرکت‌های حفاظتی و امنیتی سرورها و ارتباطات بین‌المللی. اونا که بررسی میکنن، رد میگیرن، میرسن به این مرکز اطلاعاتی و بعد میبینن که در حقیقت این یه مرکز جاسوسیه و اساساً برای این به وجود اومده که از این طریق در حقیقت چیکار کنه، اطلاعات استخراج بشه. حالا شما نگاه کنید سایبری رژیم میاد باش شیوهای فیشینگش، اکانت‌های مشکوک، پیام‌های مشکوک، تلاش میکنه همواره بره روی ارتباطات شهروندا یا عناصر ایرانی که در اون کشورها هستن. مثلا یه نمونه که همین گزارشات بین‌المللی الان روش دارن تاکید میکنن، این حبیب اسیوت بود، اون در حقیقت کسی که در حقیقت رژیم کشوندش به ترکیه و بعد از اونجا دزدیدش بردش ایران. گروه اهوازی ها بود فکر کنم. بله بله. این چیکار کرد؟ همون روزی که این آدمو دستگیر کرده بودن ترکیه، تلفن همراهشو برداشته بودن، از طریق اون پیامک فرستاده بودن به تمام کسایی که اون در ارتباط بوده به نام این. و بعد تو اون پیامو بعد افزار فرستاده بودن. خب هر کس که مثلا میدید پیام اینه باز میکرد که بخونه دیگه، وقتی که باز میکرد اون بعد افزاری که باید هک بکنه به اصطلاح تلفن همراه اون و اطلاعات شد توش نصب میشد و بعد خودکار شروع میشد اون اطلاعات ارسال میشد به سرورهای مشابه این سرور. یعنی رژیم در حقیقت به این طریق تلاش میکنه رو تمام ارتباطات بین المللی تا اونجایی که میتونه حاضر باشه و بعد کنترل بکنه. حالا شما میگین رهنمود چیه؟ رهنمود برای در حقیقت همه کسایی که خارجه، اولا رژیم رو بشناسن و در حقیقت این رژیم کارش در رابطه با خارج کشور چیزی جز جاسوسی و شناسایی و کسب اطلاعات نیست. به هر طریق هم این کار ممکنه بکنه، از طریق خانواده های آدم ها تو ایران، از طریق نمیدونم دوستایی که قبلا داشتن و همینطور از طریق ارسال بدافزار. بنابراین هر کسی که در حقیقت با ارتباطات بین المللی یا ارتباطات به این صورت در رابطه با ایران سر و کار داره، باید حواسش باشه. اگه پیامی رو نمیشناسه، نباید همجوریش کلیک کنه و باز کنه و شناسایی بکنه و در حقیقت به طور خود به خودی برخورد نکنه، چون کارکرد رژیم فقط جاسوسی و شناسایی اطلاعاته. یعنی اینم در حقیقت همون دستگاهیه که کمک شیوه یکی از نیروهای نیابتیش استفاده میکنه برای شناسایی و سرکوب مخالفینش. بله خیلی ممنون. چند تا از هموطنان برامون کامنت فرستادن، من فقط میخونم. بله. یکی از هموطنان گفته اولویت رژیم و سیاست خارجیش بر پایه‌های تروریسم است و هدفش سرکوب است و شانتاژ. هموطن دیگه گفتن رژیم ایران بزرگترین نظام حامی تروریسم در جهان است. ایران سالهای سال هیچ شرمی از این عنوان تروریسم ندارد و در نهایت هم بهای سنگین آن را مردم ایران می‌پردازند. همچون نظامی که اصلا هیچ موازنه قدرت درستابی نداره، هیچ مشروعیتی در داخل نداره، صادرات درستابی هم که نداره، برای همین پای قدرت و اهرم فشار دیپلماتیکش رو اینجور چیزا میدونه. بله. میرم به سوال بعدی. روزنامه فیگارو چاپ فرانسه از طرح رژیم برای بازداشت یک شهروند آلمانی و یک فرد دو تابعیتی به عنوان ابزار فشار برای آزادی اسدالاسدی خبر داره. اگه میشه کمی از جزئیات این خبر برامون بگین و اینکه سابقه رژیم در رابطه با استفاده از این گونه ابزار برای نجات مجذورانش در خارج کشور چیه؟ تا اونجایی که من میدونم به دهه 60 برمی‌گرده. بله، دقیقاً هم که میگید از دهه 60، از همون موقع سیاست گروگانگیری خارجی ها یک ابزاری که بود همیشه رژیم ازش استفاده میکرد. شهروندهای خارجی رو مثلا تو لبنان بدوزن و بعد دنبال معامله باشن یا تو کشورهای دیگه. یعنی در حقیقت یک سیاست به کارگیری که رژیم توش سابقه داره. الان دست رژیم خیلی باز نیست که مثلا فرض بکنید بره از عراق نفر به دزده بعد ببره ایران گروگانگیری کنه و خواستش رو مطرح کنه. اومده دستگاهشو به اصطلاح رو چی سوار کرده؟ روی دو تابعیت. یا شهروند دو تابعیتی یعنی شهروندی که یک کشور خارجی در قبالش مسئولیت داره چون شهروندشه. خب یک سری از این شهروندا بلند میشن میرن ایران، چه به خاطر کارهای علمی تحقیقی یا حتی دیدن خانواده‌هاشون. دو تابعیتی یعنی الان که شما نگاه کنید در هر جای کشور رژیم دنبال شناسایی این آدماست و اینکه چه جوری اینها رو بگیره و ابزار معامله کنه. یعنی چرا؟ چون میخواد در خارج کشور دستش باز بشه، چون به تدریج کارهای تروریستی که تو خارج میکنه یه سری آدماش گیر میفتن، یه سری آدماش دادگاهی مثلا میشن، میخواد اینا رو چیکار کنه؟ مبادله کنه. مثلا تو تایلند رفته بمب بذاره، آدمش منفجر شده، دستگیر شده، اینو نگه داشتن اونجا، زندانی بهش دادن. برای اینکه آزاد بکنه چیکار کنه؟ میاد یک هایلیمور استرالیایی رو میگیره که استاد دانشگاه بوده، اصلا ربطی به هیچ کاری نداره،
بهش مارک جاسوسی میزنه، 8 سال 10 سال زندان بهش میده و بعد انقدر نگرش میداره و بعد برای اینکه مبادلش کنه در قبال کی؟ اون تروریستی که بمب منفجر کرده توی تایلند، اون آزاد بشه که در قبالش این بره. یعنی نگاه کنید یه سیاست مشخصیه برای اینکه چجوری رژیم معاملاتی بکنه در دست تا بتونه آدمای خودش رو از خارج آزاد کنه یا سیاستش رو پیش ببره. حالا هم نگاه کنید این مورد، مثلا فرض کنید نفر دو تابعیتی به این عنوانی که توی کویر اومده پهباد بلند کرده، از این پهبادهای تجاری که خب همه آدما که هر جا میرن به کار میگیرن، تحت عنوان مثلا جاسوس نفر رو دستگیر کردن. یعنی اتهامات که نگاه کنید انقدر بی‌محتواست که خود کشورهای خارجی هم همیشه وقتی که به این میرسه متوجه میشن که اصلا هیچ اتهام واقعی وجود نداره. حالا اینو برای چی میکنه؟ برای اینکه یکی تو دستش باشه. حالا این تو دستش میخواد با کی مبادله کنه؟ با کسایی که توی خارج به طور واضح وارد اقدامات تروریستی شدن و دادگاه‌ها محکوم کردن. دادگاه‌های بین‌المللی، دادگاه‌های خارج که دادگاهی نیستن که همینجوری کسی رو محکوم بکنن. مثلا شما همین اسدالله اسدی رو نگاه کنید، آدمی که برداشته بمب و با هواپیما آورده توی کشور اتریش، بعد از اونجا برده برداشته برده تو لوکزامبورگ، بعد داده به سر سلول خفته‌ای که میخواد از اونجا بیاره توی پاریس توی تجمع 100,000 نفری منفجر کنه که کلی شخصیت‌های بین‌المللی توشن و تمام پرونده‌ام روشنه و تمام اتهامات روشنه و دادگاه 20 سال بهش زندان میده، یعنی یه چیزی در حد حبس ابد. بعد در قبال این خب رژیم میخواد چیکار کنه تو دادگاه و محاکمه و بین‌المللی؟ که خب معلومه آدمش چه کار است. بنابراین تنها ابزاری که برای پیش بردش میبره اینی که گروگانهایی رو بگیره و بعد از این گروگانها استفاده کنه، به اون کشور مربوطه پیام بده که تو اگه آدم منو آزاد نکنی منم اینو چکار میکنم؟ زندانی میکنم، اعدامش میکنم. و در حقیقت روی کردش به آدمهای خارجی همیشه به عنوان تومه است. به همین دلیل هم اگه شما نگاه کنید بیشترین کشورهای خارجی اخیرا مثلا خود فرانسه اعلام میکنه به شهرونداش، هشدار میده بابا به ایران اصلا مسافرت نکنین، چون ایران یه همچه حالتیه. نمیدونم هر کسی که از خارج توش وارد میشه در واقع تضمینی نداره که تبدیل نشه به گروگان. این شناختی به ما میده از این که واقعا این رژیم چقدر اصلا برای عنصر انسان و رابطه های بین المللیش احترام قائله. هیچی. هر کسی در خدمت اینی که آیا در خدمت سیاستش و استفادهش به کار میاد یا نه. چجوری میزنه هواپیما رو، مسافربری رو با موشک به اصطلاح سرنگون میکنه، اول کتمان میکنه، بعدش هم که میشه حاضر نیست چیزی به عهده بگیره. تو چه کنترلی داری؟ چه جوابی داری؟ تا همین الانش هم که شما نگاه میکنه هیچ جوابی نمیده. بنابراین هر شهروند خارجی و دو تابعیت هم در ایران حکم یه تومست برای رژیم، برای سیاست مبادلاتش و به این صورت به کار گرفتن. الان این دوتا هم بهش اضافه شدن. یه ویدیوی از محسن رضایی دیده بودم که رسما تو تلویزیون دولتی میگفتش که کاری نداره که ما بخوایم پولامون رو آزاد کنیم، 1,000 تا گروگان میگیریم و بابتش میبینین چند میلیارد دلار میگیریم. یعنی گویی که اینها نه فقط یک تومن بلکه بلیط برگشت اون تروریستی که دارن میفرستن برای ماموریت. خیالش راحته که تاریخت برمیگرده. یک هموطنی پرسیده آیا اروپا اقدام عملی برای مقابله با تروریسم ایران انجام داده؟ اقدام عملی تا اینجایی که مثلا فرض کنید یک سری کشورهای اروپایی، الان 3 تا کشور اروپایی از فرانسه و دانمارک و هلند اومدن یک سری از دیپلمات‌های رژیم رو به خاطر درگیری در این کارها اخراج کردن. بلژیک هم که سنگ تموم گذاشت، محاکمه اسدالله اسدی رو کرد و محکومش کرد به زندان. اینا اقدامات عملیه که در قبال سیاست تروریسم، ولی این اقدامات کافی نیست، چون تا وقتی که این سفارتخونه ها بازه، تا وقتی که کسایی به عنوان دیپلمات که همین عناصر اطلاعات رژیم یا تروریست هستی میان تو اینا میشینن، آزادانه رفت و آمد میکنن، کار میکنن، خب این سیاست کافی نیست. این رژیم به اصطلاح اتمام نمیذاره به این وضعیت خودش و به یک روال عادی دیپلماتیک بین المللی اصلا بر نمیگرده، عرفش این نیست. به همین دلیل اقدامات هست، ولی این اقدامات در اون حدی که این رژیم رو بهش توقف بزنه نیست. اون موقعی توقف میکنه که در این سفارتخونه های رژیم رو که مرکز جاسوسی و اطلاعات و در حقیقت کار تروریستیه بتونن ببندن. بله. حالا ما مطلع شدیم که یکی از همکاران سابق اطلاعات آخونده توی آلبانی تو نامه‌ای که به دبیرکل سازمان ملل و رونوشش به سایر مقامات سازمان‌های دولتی و بین‌المللی رفته، اقدامات رژیم برای نفوذ تو مقاومت رو افشا کرده. بله. این فرد گفته که هدف رژیم به کارگیری
افراد سابق مقاومت برای نفوذ و ضربه زدن به آلترناتیو. اگه بشه جزئیات این خبر رو کمی برامون بگین و اینکه این نامه افشاگری که الان شده چیش توجه شما رو جلب کرده؟ این خیلی نمونه خوبیه که مثال میزنید و خیلی خوبه که بیننده های عزیز ما روی این مسئله هرچی بیشتر میتونن جزئیات رو از طریق افشاگری که خود همین همکار سابق اطلاعاتی رژیم در آلبانی کرده اینو بخونن. و همونطوری که شما میگید ما هم چجوری مطلع شدیم، این نامه به دبیر کل نوشته و این جزئیات رو گفته بوده و نسخه ای هم به مجامع بین المللی و ما از این طریق مطلع شدیم. از اونجایی که این آدم یک همکار خود شبکه اطلاعاتی رژیمه، خب خیلی حرفای واضح و مستندی میزنه. ما سالهاست داریم میگیم که آقا کار سفارت رژیم در کشورهای خارجی جاسوسی اطلاعات و تروریسمه، ولی دیگه این صحبتهای ماست. این نمونه مشخص نمونه که خودش در این دستگاه کار کرده. شما نگاه کنید ما با نفری سر و کار داریم که این نفر از 5 سال پیش وقتی که منتقل شده از عراق به اصطلاح آلبانی رفته مستقیم توسط سفارت رجیم استخدام شده. چه جوری خواسته در مجاهدین نمونه رفته خارج شده از مجاهدین. وقتی که رفته سفارت رجیم رفته سراغش، افسر اطلاعات رجیم که خودش تو سفارت به عنوان دیپلمات بوده اینو اومده استخدام کرده، باهاش قرار اجرا کرده، یعنی همه اینا رو با جزئیات میگه و بعد از طریق این شروع کرده یک شبکه اطلاعاتی درست کردن. از کی؟ از عناصری مثل خودش، یعنی از عناصری که در حقیقت فرض بکنید قبلا در مقاومت بودن، بیرون اومدن که بلن زندگی کنن به اصطلاح، ولی اونا رو استخدام کرده با پول و بعد توسط اینا شبکه تشکیل داده، تبدیلشون کرده به مزدور مشخص، توضیحات داده میشه. اینها میان اقدام میکنن برای شناسایی محلهای استقرار مجاهدین، فیلم و عکس تهیه کردن، گزارش تهیه کردن و بعد فقط مقوله شناسایی و اینها نیست، بعد نشون میده اینها چجوری رابطه برقرار میکنن، مثلا با مطبوعات بیان صحبت کنن علیه مجاهدین و مقاومت، پروسه‌ای که ما اسمشو میذاریم شیطان سازی و علیه مقاومت حرف زدن که اینهایی که مثلا مجاهدین هستن اینها تروریستن، اینها نمیذارن خانواده ها دیده بشن و از این حرفا. و بعدم باز تا اینجا ختم نمیشه، یک سری شروع میکنه توضیح میده که حتی خبرنگارهای خارجی رو برداشتن و آوردن در این کشور آلبانی و اونها بیان مقالاتی علیه مجاهدین در مصاحبه با اینا تهیه کنن. مثلا توضیح میده خبرنگاری رو از روزنامه اشپیگل برمیدارن از آلمان میارن اینجا، بعد توجیهش میکنن توسط همین عناصری که استخدام شده بودن توسط سفارت و مزدورهای مشخص که آقا اینا بیان چجوری در حقیقت مقاله بنویسن و مجاهدین رو تبدیل کنن به یک در حقیقت نیروی در حقیقت تروریست و اینا و علیهش کار بکنن. و بعد به صورت واضحی شیوهی که با اینها کار میکنه، مثلا به اینها پول میرسوندن هر ماه، اینا پول تو آدماشون توزیع میکردن، یعنی سفارت رژیم از طریق صرافی ها از طریق خودش و این عناصر که داشته تو اینا پول توزیع کردن. همین کاری که شما میبینید در کیس دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک هم توزیع داده میشه که چجوری خود اسدالله اسدی پول میبرده تو 11 کشور اروپایی بین این عناصر پول تقسیم میکرده، توزیع میکرده، یادداشت میکرده که اینها همین کارا رو بکنن. یعنی شما نگاه میکنید در این کشورهای مختلف آدما همینجوری نیست که میان علیه مقاومت یا علیه مجاهدین صحبت میکنن، در حقیقت یک شبکه مزدورسازی و عناصری که به این صورت استخدام شدن که این به وضوح اینها رو گفته میشه. از اوردن خبرنگار، از شناسایی ها، از با این توسط این عناصر حتی رفتن سراغ آدم‌های بومی در هر کشور. مثلا توضیح میده در همین کشور آلبانی اینا رفتن سراغ آدمی که به اصطلاح روزنامه نگار بوده و اون رو به کار گرفتن و بهش پول پرداخت کردن و گفتن تو بیا علیه مجاهدین که در به اصطلاح قرارگاه اشرف هستن بیا گزارش تهیه کن، بیا چیز علیهش بنویس یا بیا رو برو اطلاع تهیه کن. یعنی شما نگاه میکنید اسمش هست سفارت، اسمش هست افسر به اصطلاح دیپلمات، ولی یک افسر اطلاعات با عناصری که در حقیقت اومدن تحت عنوان پناهنده، چون طرف وقتی که اومده خارج تحت عنوان کسی که مخالف رژیم ایران بوده اومده و تابعیت گرفته، همون رو تبدیل میکنه به چی؟ عنصری که باهاش کار شیطان سازی تروریسم پیش ببره. مثلا همون امیر سعدونی یا نسیمه نعابانی نعیمی که در پرونده بلژیک هست، اینا تحت عنوان چی اومدن خارج؟ تحت عنوان پناهنده و
فرار کرده از سیاست‌های رژیم، به این خاطر مثلا کشور بلژیک به اینا تابعیت داده. درست. بعد همون آدمو افسر اطلاعات رژیم تبدیلش کرده به یک سلول خفته و باهاش میخواد بمب منفجر کنه و به همین خاطر هم از دادگاه بلژیک اومده تابعیت اینا رو لغو کرده. حالا شما نگاه کنید، هر جایی هم این آدمو هستن، تا وقتی که یکی به عنوان پناهندگی و به عنوانی که مخالفت با رژیم اومده تو خارج، قاعدتا این فرد باید ضد رژیم باشه دیگه. پس این چطور میاد پنجول میکشه به مقاومتی که داره علیه این رژیم میجنگه؟ پس این نشون میده خب یه سر و سر دیه. این به وضوح این سر و سر را نشون میده. یعنی پس هر کسی که اینطوری عناصر رژیم استخدامش کردن، این صلاحیت نداره تابعیت خارجی و پاسپورت پناهندگی داشته باشه. واقعا باید اینو اخراج کرد. یعنی این پیام این آدما هم اینه که آقا باید دست اینا رو بس، اینا رو باید اخراج کرد. کمان که اون دیپلمات‌هایی که تحت عنوان به اصطلاح امور دیپلماتیک میان تروریسم میشن و این کارا رو میکنن، باید اخراج کرد. کمان که شما دیدید همین کشور آلبانی، همین افسرای اطلاعاتی که به این کار اقدام کرده بودن، اومد از کشور خودش اخراج کرد. و بسیار سیاست درستی پیش برده یه همچی کاری. فقط ما 5 وقت داریم، من 2 تا سوال دارم، سوالای هموطنانم مونده، بله. اگه فشرده بریم، اگه بشه این موضوعاتی که تا الان صحبت کردیم رو با این سوال من جمع بزنم، چرا رژیم در شرایطی که الان با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا خیلی به نیاز داره که برای لغو تحریم‌ها بتونه علوم مثبتی از خودش بفرسته، به قول خودشون پالس مثبت بفرسته، چرا دست به این کارا میزنه؟ ببینید، اگر این رژیم یک رژیمی بود که میتونست مسائل اجتماعیشو حل کنه، میتونست در حقیقت پیش ببره امور کشور خودشو و یک دستگاه و سیاستی داشت که در کشور بتونه ثبات ایجاد کنه، خب باید یه همچین روالی میرفت. ولی این کشور تو محتوا چنین چیزی نیست. سیاست ولایت فقیه، اون حکومتی که هست، فقط سوار روی سرکوب و پیشبرد یه سیاست مشخص. بنابراین این فرض بکنید وقتی که بخواد بیاد یه مانور بکنه، بره توی مناسبات با خارج خودش مثلا بره یک سیاست نرم به کار بگیره، این در درون خودش نمیتونه اون هژمونی خودشو به عنوان سرکوب و ولایت فقیه پیش ببره. لذا اساسا یه همچی محتوایی تو درونش نداره که بتونه یک رابطه متعادلی در خارج در مناسبات بین‌المللی ایجاد کنه. اگه اینجوری بود که از اول صدور تروریسم و بنیادگرایی نمیشد سیاستش. الان هم در حقیقت توی همچین مقوله‌ایه. خب اگر بخواد بیاد بره وضعیتشو عوض کنه، خب هویت خودشو زیر سوال برده. به همین دلیل این توانمندی رو نداره که بیاد در قبال وضعیت خارج توی یک رابطه معمول دیپلماتیک و گفتمان وارد بشه. مجبور سیاست خودشو هم تو داخل رو سرکوب پیش ببره، هم تو مبادلات بین المللی رو همون اعمال شانتاژ و فشار با گرونگاگیری و تروریسم. چون اگه بخواد از این دستگاه بیاد بیرون، هویت خودشو نفت کرده دیگه. بله. ولایت فقیه نمیتونه کار کرد داشته باشه. بله. من سوال آخرم میپرسم، اگه فرصت کردیم دو تا سوال هموطنانم میپرسم. به عنوان پرسش آخر میخوام بگم که بالاخره راه مقابله چیه، چه کار باید کرد، چه هموطنامون اون کاری که اونها میتونن بکنن و چه دولت‌ها چه مسئولیتی در قبال طرح‌های تروریستی و جاسوسی رژیم دارن؟ بله، ببینید، این رژیم جز زبون زور، جز زبون قاطعیت، هیچ چیزی اینو سر جاش نمیشونه. این سیاست در 40 سال گذشته در پروسه‌های مختلف همواره تجربه شده. در سیاست بین‌المللی هر کشوری اومده به رژیم نرم داده و یا یک مناسبات مماشات رو پیش برده، رژیم بیشتر چیکار کرده؟ اقدامات خودش رو جلو برده. اصلا شکاف در این زمینه نیست. یعنی در سیاست بین المللی فقط اونجایی میشه جواب داد که دست رژیم رو کوتاه کنن، سفارت رژیم بسته بشه، اگه اقدامات تروریستی انجام میده دیپلماتشو بیرون کنن، در سفارتشو ببندن. جز این راه، هر راهی در هر کشوری رفته شده، در حقیقت نتیجهش اینش گرفته شده که رژیم بیشتر کارشو پیش برده. این به لحاظ سیاست بین الملل. به لحاظ سیاست داخلی یعنی مثلا میگین ایرانی ها چی کار باید بکنن؟ خب ایرانی ها نباید اجازه بدن عناصری که حرف رژیم رو میزنن، اینها فضای بازی در خارج داشته باشن کارشون رو پیش ببرن. آخه کسی که داره تبلیغ رژیم رو میکنه، دیگه نمیتونه به عنوان لابی رژیم بیاد توی خارج و بین المللی تبلیغات اینا رو به عنوان یه مخالف رژیم بکنه. خب اون هویتش هویت رژیمه، اون چیزی که ما از جامعه میبینیم. باید اینا رو واقعا طرد کرد. کسایی که در حقیقت
به نفع رژیم دارن، در حقیقت همه سیاستاشو پیش میبرن، یا لابیشن که ازش پول میگیرن، مثل اون کاوه افراسیابی که تو آمریکا الان افشا کرد 265 هزار دلار پول گرفته و دادگاه حکمشو داد که این چه جور آدمی هستش، تا اون آدمایی که به عنوان دو تابعیتی در حقیقت اومدن تو خارج و اومدن پناهندگی گرفتن و برای رژیم دارن کار میکنن، تا همه همین عناصری که به عنوان شبکه اطلاعاتی رژیم تو خارج ولی به عنوان ایرانی دارن سنگ رژیم رو به سینه میزنن، واقعا اینا رو باید طرد کرد از جامعه خارج و افشا کرد و افشا کرد و نه اجازه بهشون نداد که برای سیاست رژیم تبلیغ کنن و یا جاسوسی بکنن و اینها رو باید چیکار کرد؟ هرچه بیشتر در انزوا برد. این کاریه که همه شهروندهای ما میتونن بکنن، همه ایرانی‌ها میتونن بکنن و جلوی اقدامات رژیم رو تا حدی که میتونن توقف بزنن. بله، من دو تا سوال میخوام که یکیشون البته شما پاسخ دارین. یکی از هم‌عاطفان سوال کرده بود بعد از دادگاه بلژیک اروپا باید قاطعیت داشته باشد در اقدامات تروریستی رژیم، برای جلوگیری از تروریسم رژیم نباید اروپا مسئولیت دیپلمات‌های این رژیم رو لغو بکند، که شما پاسخ دارین. بله. سوال بعدی، چی شده که بعد از دادگاه بلژیک سلول‌های خفته تروریستی رژیم یکی پس از دیگری دستگیر و افشا می‌شوند؟ این در حقیقت دستگیر و افشا شدنش یه مقدار برمی‌گرده به اینکه خود کشورها در این زمینه بعد از دادگاه بلژیک هوشیارتر شدن. مثلا شما دیدید تو استانبول هم اومدن اون سفارتخونه رژیم که نفرشو که در ترور مسعود مولوی اون مخالفی که اونجا ترورش کرده بودن شکر گرفت، دستگیرش کرد. یعنی کشورها یه مقدار روی این زمینه هوشیارتر شدن. از طرف دیگه ترس مزدورای رژیم هم بیشتر شده، دیگه میبینن اینجوری نیست که رژیم مثلا بهشون بگه شما برید همه کاراتونو بکنید، اگرم گیر افتادید من میتونم مثل گذشته چیکار کنم، با گروگانگیری و معادله و بین المللی و اینا بکشمتون بیرون. خب این دوتا زمینه کمک کرده که هم هوشیاری کشورها هم ترس اینها در حقیقت کمک کرده که یه مقدار بیشتر دست رژیم رو بشه و اینها دستگیر بشن، ولی طبعا کافی نیست. این چیزیه که همه ایرانی‌های خارج کشور باید همت بکنن و هر چی رد و چیزی هم در داخل از داخل این کمک رو بکنن که اینها بیشتر افشا بشن و دست رژیم رو در این زمینا بیشتر کوتاه کنن از فعالیتاش در خارج کشور. بله، خیلی ممنون از شرکت و کمکتون به پاسخ این سوالات. آقای نظام‌الملکی ممنون، تا دیدار بعد.